یه چیزی براتون بگم، زیادی گوش بدید با اختلافات داغ. ما از نظر عقلی باید مذهبی باشیم. آدمایی که لایکن و بیدینن و لاابالی از نظر عقلی کم دارن. یه مثال بزنم، این مثال از خودم نیست، از امام رضاست. امام رضا علیه السلام فرمود اگر با یه آدم بیدینی، مثلا یه خانمی حجابشو ول کرده، جوانی نماز نمیخونه، تاجر فکر ربا و کم فروشی و کلاهبرداری نیست، آدمای هرز، امام رضا فرمود با آدمای هرز رسیدی اینطوری بگو. این بیان شیوه بیان قشنگه. بگو آقا جون یا قیامت هست یا قیامت نیست. خیلی نگو حساسیت نشده، هرچی شل بگید که تعاونی حساب که مشتریشن. بگو حالا یا هست یا نیست. اگر قیامت نبود مذهبی ها چی از دست دادن؟ این خانم 70 کیلو ها. یه 100 گرم روسری داره میشه 70 کیلو 100 گرم. این 24 ساعتی که وقتش صرف میکنه یه 10 دقیقه 20 دقیقه هم نماز خونده. کل نمازه ما 20 دقیقه میکشه. ماه رمضان هم نهاری که میخواد 1 و 2 بخوره 5 و 6 بخوره، 6 و 7 بخوره، یکی دو ساعت نهار، چند ساعت نهار جرم میندازه. پول یه موتور سواری هم برمی داره میره مکه در عمرش. حال گیرم قیامت نیست، از این بالتر که نی شما بگو قیامت نیست. قیامت هم نبود من مذهبی ضرری نکردم. خانمم یه حجابی داره نیم کیلو، پول یه موتور هوندا رفته مکه، در سالم چند روز نهارمون رو غروب خورده شده افطار. گیرم قیامت نیست، مذهبی چه ضرری کرده؟ امام رضا فرمود اما اگر قیامت بود که به هزار و یک دلیل هست، لاابالی چه خاکی تو سرش خواهد کرد؟ اتوبوس ها میان دانشجوها رو ببرن 200 کیلومتری، چند تا ازی راننده، یه جکی، زاپاسی، نمیدونم آفتابه، زنجیری، کلتی، چماقی، نایلونی میزنستن تو عقب. شما یه قرص آکسادی، آسپرینی، یه کمک های اولی میزه جیبه میریم. اگر نیازی نبود نه یه قرص آکسادی آسپرین به شما ضرر میزنه، نه اون جک و زاپاس به راننده. اگر نیازی نبود ضرری نکردین. اما اگر ماشین تصادف کرد و شما سردرد داشتی، او آقای که قرص نداره، او آقای که زاپاس نداره، چه خاکی سرش خواب کرد؟ بنابراین عقل میگوید ما باید مذهبی باشیم. حتی اگر قیامت هم نباشه مذهبی ها رو سفیدن، چون ضرری نکرده. اصل قوای مسلح برای چیه؟ ما اصل قوای مسلح برای چی میخوایم؟ تمام دنیا میگن قوای مسلح باید داشته باشیم تو کشورم. چرا؟ برای که اگر جنگی نبود که ضرر نکردیم، اما اگر جنگی بود و ما آدم آموزشی دیده نداشته باشیم چه خاکی تو سر میخوام که؟ ماشین آتش نشانی همه دنیا دارن، اگر جای آتش نگرفت که ضرر نکردیم، اما اگر آتش گرفت ماشین آتش نداشته باشیم چه خاکی تو سر میخوام که؟ بنابراین عقل میگوید همیشه باید پیش بینی های لازم را کرد.